من اصلا من تو حالا تو زندگیم هیچ کی استرک نزدم، به همه مهلت هفت روزه دادم، حتی آهنگامو میدوزن مهلت هفت روزه میدم بهشون. همچین چیزی واسه چنل من نبوده و من اصلا هفت روز مهلتی نداشتم که بتونم این ویدیو رو بردارم. انگار واقعا بدون هیچ اختیاری استرک زده شده. سلام بر رفقای گل و دوست داشتنی، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدید. امروز هم با اخبار و حواشی های اخیر در خدمتتونیم. متاسفانه با خبر شدیم که پوریا پوتک داخل ویدیوی آروین شو راجب استرایک زدن دروغ گفته و بدون اینکه اخطار بده روی طرفدارش استرایک زده. امروز هم اومدیم این قضیه ها رو دنبال کنیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو حتما با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. راستی اون زنگوله رو یادت نره بزنی تا بتونی اولین نفر از اخبار و حواشی یوتیوب و رپ فارسی با خبر بشی. خب بریم سراغ سرخط خبرها. قبل از هر چیزی بگم که تیم ایران حواشی به هیچ وجه نمیخواد پوریا پوتک رو خراب کنه. این ویدیو یکم دلیه و بیشتر اطلاع رسانی. میخوایم صدای هوادار پوتک که استرایک خورده از پوتک رو به گوشتون برسونم. متاسفانه الان که دارم این متن رو مینویسم بدم گوینده براتون رکورد کنه یه ذره ناراحتم. تو ویدیوی قبلی براتون مکالمه های تلفنی پوتک و آروین شو رو گذاشتم. داخل اون ویدیو پوتک راجب کپی رایت استرایکی که روی هوادارش زده حرف میزنه و میگه که من تو حالا تو زندگیم هیچ کی استرایک نزدم، به همه مهلت هفت روزه دادم، حتی آهنگامو میدوزن مهلت هفت روزه میدم بهشون. یعنی اون اسکرین شاتی که واسه چیز اومده پس چیه که نمیدونم کپی رایت بای پویا عرب روی ویدیویی خورده؟ واسه چی؟ یه عکس من دیدم چون اینو گفتی و الان یادم افتاد، یه عکس از کپی رایت زدنش. من یوتیوبم به خاطر یه سری دلایلی وصلش کردیم به یه جایی، یعنی ما از اونجا تایتل اینه، ببخشید واسه صحبت، تایتل ویدیویی که چیز شده پوتک شکنجه شد به دست پلیس نیروی انتظامی آگوست 22 بعد کانتنت ریموو اسم خودت تو خورده زده پوریا عرب ریمووش کرده. بعد استرایک منو فول دزدیده. استرایک نیست، هفت روز وقت میدی، اگه تو هفت روز پاک نکنه میشه استرایک. آها، یعنی بهش گفتی که هفت روز اول چیزش کردی؟ اصلا اوکی. من همیشه اینجوری هم هفت روز رو میزنی یوتیوب بهشون یه ایمیل میزنه، بهشون میگه که اگه هفت روز این ویدیو رو پاک نکنید استرایک میشه، اگه پاک کنن نه تنها استرایک نمیشه، نمیره تو چیز بعدشون، وارنینگ هم نمیشه، هیچ اتفاقی هم براشون نمیشه. اوکی. موزیک ویدیوی منو فول میزنن، یعنی موزیک ویدیو میدم فول، فرداش یه چنل میزنه تلگرام نه یوتیوب، به اونم هفت روزه میدم، در صورتی که دارم کاملا اشتباه میکنم. آره. ولی میدم، به خدا میدم. تا اصلا امکان نداره من استرایک بزنم. حتی سر ویدیو یکیشون به خاطر تایتلش، افرادی که تو چنل منم هستن حکم حساب داره وکیل دارن، قطعا چیزش رو نیست زده بودم واسه چیزام فرستادن، من کلی گفتم اصلا نباید این کارو کنم. اینو پرشین روست هم داخل کانالش بهمون گفت که پوتک استرایک زده و این حرفا، ولی خب ویدیوی ما کاملا متفاوته چون قراره هم ویدیویی که پوریا پوتک استرایک زده رو نشونتون بدیم، هم صحبت‌های کامیار عزیز که طرفدار پوتک بوده و استرایک خورده رو بشنویم. داخل ویدیوی قبل من یه طورایی چون حرفای پوتک رو شنیدم گفتم کارش درسته و هفت روز مهلت داده، ولی یه کامنت میاد برای کانال ایران حواشی که برای من خیلی جالب بود. نوشته ویدیوت خیلی خوب بود، دمت گرم. یه چیزی باید بگم، فقط قبلش خودم رو معرفی میکنم. من صاحب همین چنلی هستم که پوتک روش استرایک زده. فقط خواستم بدونید که چیزی به اسم هفت روز مهلت از سمت پوتک عزیز وجود نداشته که بعد داخل اینستاگرام ارتباط برقرار میکنیم و خلاصه. آره، انگار واقعا بدون هیچ اخطاری استرایک زده شده که الان عکس ایمیل یوتیوب رو هم میبینید و حالا میخوام بهتون ویدیویی که پوتک بهش استرایک زده رو نشونتون بدم. یو بچه ها، چطورین؟ اینجا یوتیوب داره به چنل خودتون خیلی 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 زیاد خوش اومدید. آقا امروز اومدیم یه داستانی از زبون پوتک بشنویم که از تایمی که توی ایران بوده و پلیس دستگیرش کرده و یه اتفاقای بدی واسش افتاده توی بازداشتگاه و شکنجه شده و پلیس کتک خورده. بریم تیکه‌ای که پوتک داره این داستان تعریف میکنه رو با هم ببینیم. فقط قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب اصلا فراموشتون نشه. اگه بازم اینجور چیزا دوست دارید که از خاطره یوتیوبرها و رپرها در بیارم ازتون بذارم حتما کامنت کنید. اگه ویدیو دوست داشتید لایک کنید، لایک ویدیو خیلی اومده پایین، نظرتون حتما بگین تو کامنت ها، با هم یه صحبتی داشته باشیم در مورد حرفای پوتک. و مهمترین چیز، اگه
میخواییم به من انرژی بدین، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که یک ثانیه برای شما بیشتر طول نمیکشه ولی یه دنیا به من میتونه انرژی بده. بهتون نگم یکی از یه اتفاق تلخی تو دانشگاه برام افتاد. من یادمه که اون دوران اختشاشات بود فکر کنم، چند بهمن بود، ما با دوستامون یک اکیپ خیلی خفن که هنوزم باهاشون هستم و در رابطه‌ایم و با هم حرف میزنیم، اسمای اونا هم نمیبرم، یک اکیپ خیلی خفن یادم فل لقباشونو بگم، به یکیشون گفتیم کاسپر و پرانتزی و لقبای متفاوتی داشتن، خیلی با هم دیگه خوب بودیم. ما اونجا توی زمینی تو تهران شهر، همونطور که میبینید یه ویدیو تقریبا مثل ویدیوهای خودمونه و فعالیتشو شروع کرده و تازه میخواد مانیتایز بشه، ولی متاسفانه وقتی تازه میخواد رشد کنه یه استرایک میاد و کانال با کله میخوره زمین. حالا شاید خیلیاتون ندونید که چرا کانال با کله میخوره زمین. یوتیوب ویدیوها رو دیگه مثل سابق به بیننده ها نشون نمیده، ساجست نمیکنه، ویوها نصف نصف، نمودار میاد پایین و بنابراین کانال دیگه یه کانال مرده میشه. این واقعا خیلی بده و امیدوارم هیچ کس تجربهش نکنه. حالا صحبت‌های کامیار رو بشنویم که میخواد بهتون کامل توضیح بده. خیلی خب رفا، داستان از اونجای شروع میشه که من یه روز متوجه شدم که پوریا کوتک روی کانال من استرایک زده و به یکی از ویدیوهای کانال من که راجع به پوریا کوتک بوده استرایک زده، کانال من استرایک خورده و اون روزی که این استرایک خورد توی کانال من اصلا نه جای گفتم نه جای مطرح کردم تا رسید به این چند روز اخیر که قضیه کپی کردن پوتک از یوتیوبرای خارجی اومد بیرون که خودتونم فکرم الان همه جا دیدینش و بعد این داستانا من قضیه استرایک خوردنمو با پرشین روس به اشتراک گذاشتم، گفتم که پوتک همچین کاری کرده روی کانال من و استرایک زده و پرشین روس وقتی خواب یه ویدیوی درست میکنه اینا رو توضیح میده، استرایک منم توضیح میده و اگه توی همین کانال ایران حواشی دیده باشید ویدیوی قبلیشون توضیح دادن و یه صحبتایم درباره کانال من شد، ولی توی ویدیو آروین شو که پوتک داشت توضیح میداد، پوتک گفتش که من رو هر کی که استرایک زدم 7 روز اول مهلت دادم که اون ویدیو رو پاک کنه و اگه اون ویدیو رو پاک نکنه کانالش استرایک میگیره. جالبیش اینجاست که همچین چیزی واسه کانال من نبوده و من اصلا 7 روز مهلتی نداشتم که بتونم این ویدیو رو بردارم، یعنی پوتک مستقیما به من استرایک زده و اصلا همچین چیزی نبوده و واقعا به نظر من اصلا چیز درستی نیست. شخصی که خودش ویدیوی یوتیوبر خارجی رو واقعا رکورد میکنه میذاره توی کانال یوتیوبش و حرف اون شخص رو میاد میگه و اولش نظر شخصی خودم هم اضافه میکنه، اصلا چیز درستی نیست که به من که همچین ویدیوی رو ساختم بیاد بگه دزد و بگه دزدی کرده، منی که خب فنش بودم. و کل داستان استرایک این بوده تا اینجا و تا الان هم پوتک هیچ صحبتی راجع به این نکرده که چرا اون 7 روز مهلت رو به من نداده. و در آخر هم میخوام بگم که من از همه رپرها و یوتیوبرهایی که هستن یه خواهشی دارم، لطفاً به هیچ وجه کپی رایت استرایک نزنید و یا حداقل 7 روز زمان رو بدین. ممکنه یه یوتیوبر تازه کار کلی تلاش کرده و کلی زور زده تا بتونه به درآمد یوتیوب برسه، ولی با این استرایک کل امیدها و آرزوهاش از بین رفته، یا ممکنه یکی هم که کانالش تازه مانیتایز شده با هزینه یوتیوب خرج خانواده رو بده و با این استرایک ها نابود میشه. من میدونم کپی رایت استرایک حقتونه، اما خواهش میکنم ازتون 7 روز مهلت رو بدین تا هم به هدفتون برسید، هم زندگی و آرزوهای اون شخص رو نابود نکنید. کانال کامیار هم داخل دیسکریپشن هست، برید سابسکرایب کنید و بهش انرژی بدین تا به فعالیتش ادامه بده. با تشکر. و مثل همیشه نظر شما راجع به این قضایا چیه؟ میتونم ترک لایک و سابسکرایب هم بخونم؟ بزن دکمه لایک و دکمه سابسکرایب، بزن دکمه لایک و دکمه سابسکرایب، اگه میخواد نیلو بده هزینه رو لایک کن.